یادت‌های پس از عمل جراحی آیت الله خامنه ای رهبر ایران به صحنه‌ای برای درک مناسبات سیاسی در سطوح بالای قدرت تبدیل شده. بنا به گزارش‌ها آیت الله خامنه ای روز دوشنبه برای انجام عمل پروستات راهی بیمارستان شد و به گفته پزشکان معالجش باید چند روز در بیمارستان بستری باشد. به نظر می‌رسد عیادت کنندگان و شیوه احوال پرسی از آیت الله خامنه ای متناسب با فضای سیاسی در ایران صورت می‌گیرد و در عین حال حاوی پیام‌های سیاسی هم هست. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی اینجا همراه ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. از کجا میشه عیادت آیت الله خامنه ای رو دارای اهمیت سیاسی تلقی کرد؟ بالاخره آقای خامنه ای هم مثل هر کس دیگه مریض شده و عده ای هم رفتند که ازش عیادت بکنند. خب ببینید، شیوه انعکاس خبر و بازتاب اون نشون میده که مثل یک فرد معمولی به جراحی آیت الله خامنه ای و یا اصولا وضعیت جسمانی او توجه نمیشه. اصولا این برآمده از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. در نظام های مشابه به دلیل تجمع و تمرکز قدرت در یک فرد طبیعی است که وضعیت جسمی او از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار میشه در مقایسه با نظام‌های متفاوت که به هر حال نهادها و ارگان‌ها هستند که در عمل مؤثر هستند، نه یک فرد و تصمیمات فردی او. به همین دلیل هم عمل جراحی او و هم شیوه عیادت از او و احوال پرسی و دید و بازدید هایی که صورت میگیره از اهمیت سیاسی و پیام های سیاسی مشخصی برخوردار هست. اینکه چه کسانی به نزد او میرن، تا چه اندازه به اون نزدیک میشن، همه اینها معناهای سیاسی خودش رو داره. ایده رو میبینیم که در فیلم ها و عکس هایی که به هر حال منتشر میشه و این هم امری بی سابقه است، میبینیم که چهره های سطح بالا یا نزدیک به هسته مرکزی قدرت اجازه پیدا میکنن تا بالای سر آقای خامنه ای پیش برند. عده‌ای که در رده های میانی و دوم هستند، یک لایه دورتر هستند، تا میانی تخت فقط به اونها اجازه داده جلو بیان. حتی میز کوچکی گذاشته شده که از اون میز جلوتر نرن و بقیه در واقع از انتهای یعنی از همون دم تخت میتونن دورا دور با آقای خامنه ای صحبت بکنن. فراموش نکنیم که به هر حال همیشه اینطور بوده. مثلا فرض کنید در دربارهای پادشاهی یا به هر حال حتی کاخهای ریاست جمهوری پروتکل های مشخصی وجود داره در مورد آداب و تشریفات. خب در مورد آداب و تشریفات بیت رهبری البته اطلاعات زیاد و دقیق منتشر نشده. آنچه که دیده شده مراسم عمومی هستش که آیت الله خامنه ای در صدر مجلس بر صندلی می نشینه، دیگران پیش روی او بر زمین. در محافل و مجالس خصوصی تر خب دیگران نزدیک او در روی صندلی می نشینن، متناسب با مقام سیاسیشون دور یا نزدیک هستن با آیت الله خامنه. این وضعیت رو به عینه و به شکلی خیلی بارز در عیادت‌هایی که صورت گرفته می‌بینیم. بله. مقام‌های پیشین حکومت هم خیلی‌ها بودند. مثلا آقای احمدی نژاد هم که در این اواخر کمتر در مراسم عمومی دیده شده هم به عیادت آیت الله خامنه‌ای رفت. ولی جالبه که محمد خاتمی در بین اونها نبود و این هم این طرف و اون طرف خیلی مورد سوال و پرسش قرار گرفته. کاملا درست است. البته فقط آقای خاتمی نیست که اهمیت خیلی زیادی داره. به هر حال او 8 سال رئیس جمهوری بوده در جمهوری اسلامی، جدا از سوابق دیگرش به عنوان نماینده مجلس یا وزیر. از 4 رئیس جمهوری دوران آقای خامنه ای، 3 رئیس جمهوری یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی، آقای احمدی نژاد و حسن روحانی رفتن و تنها آقای خاتمی نبوده. با توجه به روش و منش آقای خاتمی بسیار بعید به نظر میرسه که او خودش نخواسته باشه و ترکیب کلن عیادت کنندگان نشون میده که اونها در واقع فرا خوانده میشن، به اونها این اجازه داده میشه که به بیمارستان بیان و با آقای خامنه ای دیدار بکنن. این در واقع غیبت آقای خاتمی نشان دهنده خروج تقریبا تمام و کمال اصلاح طلبان از دایره قدرت و دور شدن هرچه بیشتر اونها از هسته مرکزی قدرت یعنی آیت الله خامنه ای است. در عکسایی که منتشر شده تنها من به عکسی از آقای محمد رضا عارف رو دیدم که اونم با فاصله زیاد حضور پیدا کرده بود در اتاق آقای خامنه ای و همینطور مجید انصاری که به هر حال البته سمت دولتی داره. یعنی جدا از آقای روحانی و آقای رفسنجانی، دیگرانی که بودن فقط به متناسب با سمت و مسئولیت دولتی که هست دعوت شدن. بنابراین از اصولا جناح اصلاح طلب خیلی
اجازه این رو پیدا نکردن، طیف‌های مختلف جناح اصولگرا و مراجع و روحانیون بلندپایه بودن مثل آقای مصباح یزدی و دیگر چهره‌های سرشناس در جناح اصولگرا. ممنونم از جمشید ورزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی.